بیننده های عزیز و گرامی برنامه اسراری وا از اینکه همچنان در کنار ما هستین و برنامه رو تماشا میکنین سپاسگزاریم. در ادامه جناب آقای عبدالله فیضی ماستر روانشناسی بالینی این هفته همچنان با ما هستن در این بخش برنامه و میخواییم درباره بحث والدین سختگیر صحبت های جناب آقای فیضی با خود داشته باشیم. هدف از صحبت و مواردی که صحبت خواهد شد انشاءالله در ادامه میشنویم. کلیات بحث این که چرا معمولا بعضی از والدین پدر و مادرهای عزیز و گرامی سختگیری دارن و فرزندان و این عواقب سختگیری آیا مثبت خواهد بود یا منفی، بحثای ارزنده و کلیدی است که در ادامه میشنویم. سلام، خیلی خوش آمدین، وقت شما بخیر. سلام درود بر شما و بیننده های خوب ما. طبق گفتیم یکی از موضوعات جالب دیگر امروز قراره که انشاءالله خودشون صحبت بکنین. یکی از موضوعاتی که دقیقاً برای فامیل ها خیلی لازمه که او را بفهمن، چون که تربیت اولاد، تربیت فرزند یکی از مواردی هست که هر یک از ما باید توجه ویژه‌ای برای داشته باشیم، چون تربیت فرزند یک موردی هست که دقیقاً زندگی سازه، هم زندگی طفل را جور میکنه و هم زندگی ما را میتونه جور بکنه. در کل ما سبکه های مختلف فرزند پروری داریم یا روش های مختلف برای تربیت اولاد داریم که به صورت کلی با 4 سبک در کل ما برای فرزند و برای پرورش فرزند داریم. سبک های فرزند پروری در کل سبک فرزند پروری سختگیرانه، سبک فرزند پروری سهلگیرانه یا آسانگیرانه، سبکای فرزند پروری ترد کننده و همچنان مقتدرانه. اینا 4 نوع سبکهایی هستند که معمولا فامیل های محترم با این سبکها طفل را پرورش میدن و طفل را تربیت میکنن. بحث امروزی ما و در برنامه امروز ما قراره که روی سبک فرزند پروری سختگیرانه بحث بکنین، این که پدر مادرهای سختگیر چی کسایی هستند و به چه دلیل اینا سختگیری میکنن و چرا اینا اینقدر از روش سختگیرانه استفاده میکنن در زندگی. در کل اگر اشاره بکنیم میگیم که روش تربیت سختگیرانه روشی هست که فامیل ها برای تمام جنبه های زندگی طفل خو قوانین دارن و تمام ابعاد زندگی طفل بسیار با اصول و با انضباط میخواین که پیش ببرن. در روش تربیتی سختگیرانه پدر مادرها با کوچکترین اشتباه طفل را تنبیه میکنن و کوشش میکنن که همیشه طفل را قید بکنن، همیشه مقیدن و طفل را تحت کنترل خود خود دارن و نمیخواین که طفل حتی لحظه هم از کنترل از نا بیرون بشه. و سوال اینجایی که چرا والدین میخواین از این سبک استفاده بکنن و به چه دلیل والدین از سبک فرزند پروری سختگیرانه استفاده میکنن. در کل والدین ما میشه بگیم که همیشه روش سختگیرانه یا پرورش سختگیرانه والدین برای طفل اشتباه، همیشه اشتباه نیه و میتونیم بگیم که هم خوبی های خود و داره و هم بدی های خود داره. والدین به خاطر از اینکه طفل خوده یک الگو در جامعه معرفی بکنن و طفل خوده یک طفل در جامعه معرفی بکنن که معمولا همه زبان زد عام و خاص باشه و همه اونا رو دوست داشته باشن، از ما تعریف بکنن، اونا کوشش میکنن که از روش تربیتی سختگیرانه استفاده بکنن. و همچنان والدین میترسن که مبادا فرزند از اونا منحرف بشه، مبادا فرزند از اونا دچار یک گمراهی بشه، مبادا فرزند از اونا با کسای ششتو و خواست بکنه که این افراد طفل از دوره به طرف بیراهه یا گمراهی بکشانن. به این خاطر کوشش میکنن که همیشه نظم و انضباط بسیار زیادی در زندگی طفل خودش باشن و از روش های سختگیرانه استفاده بکنن تا که طفل کاملا به میل خودنا بر روشی که خودنا دوست دارن پرورش بشه و مبادایی که طفل فردا کدام کسی انگوش انتقاد روی طفل بکنه. در کل پدر و مادرهایی که از روش سختگیرانه استفاده میکنن هدف از اون هدف بد نیه، چون طفل خود بسیار زیاد دوست دارن کوشش میکنن که طفل از اون یک طفل نمونه و الگو باشه، طفل خوب تربیت بشه. در کل در حالی که فامیل ها نمیدونن که خود روش تربیتی سختگیرانه یکی از روش های غلط تربیتیه، یکی از روش هایی هست که طفل به جای اینکه بتونه یک تربیت مثبت بشه و طفل بتونه به صورت خوب پرورش بشه، طفل میتونه که
در زندگی طفل منجر به خیلی از مشکلات میشه و این مشکلات میتونه که طفل خیلی آسیب های جدی بزنه. پس به این خاطر والدین از روش های سختگیری استفاده میکنن و کوشش میکنن که این روش روی اطفال خود اعمال بکنن. بله، اگر مثال ها یا نشانه هایی از این سبک فرزند پروری یعنی والدین سختگیر داشته باشیم یا موجود هستی چنین مواردی یا خیر؟ دقیقا داریم. ما میتونیم که والدینی که سختگیرن و از روش سختگیران استفاده میکنن نشانه های خاصی دارن. مثلا اولین نشانه والدین سختگیر اینه که اونا صمیمیت با طفل خود ندارن. بله. والدین سختگیر بسیار خشکن. با طفل خود صمیمی نمیشن. چی با طفل دختر باشه، چی با طفل پسر باشه، بسیار همونطور خشک برخورد میکنن و هیچ وقت دوست خوب یا رفیق خوب فرزند خود نیان. هر زمانی که ما متوجه شدیم فرد دوست خوب فرزند خود نبود، متوجه میشیم که از روش‌های سختگیرانه استفاده میکنه. و دقیقاً اگر ما دوست فرزند خود نباشیم، بهترین دوست طفل خود نباشیم، دقیقاً یک جفایی که ما به حق طفل خود میکنیم و جفایی که به حق خود خود میکنیم. چرا؟ چون در آینده وقت ما دوست طفل نباشیم، طفل میره دوستای دیگه پیدا میکنه. امکان داره او دوستای دیگه که پیدا میکنن آدمای خوبی نباشن، امکان داره شخصیت ها از مناسب فرزند ما نباشه. پس بنابراین ما باید در زندگی طفل خود خالیگاه نگذاریم. هر زمانی که طفل ما دیدیم یک دوست خراب بر انتخاب کرد، متوجه بشین که سبک ما سبک غلطی بوده و ما دوست خوبی برای فرزند خود نبودیم. پس بنابراین والدین سختگیر یکی از نشانه های اینه که اونا با طفل خود صمیمیت ندارن. بله. و این صمیمیت نداشتن با طفل به جایی که بتونه مثلا طفل رو کمک بکنه که طفل تربیت بهتر بشه، بلکه تربیت بدتر میشه طفل. یه اولین نشانه از نایه. دومین نشانه پدر مادرهایی که از روش تربیتی سختگیرانه استفاده میکنن اینه که اونا خیلی قید طفل قید میکنن، یعنی ممانعت طفل از بیرون رفتن داخل کوچه، ممانعت طفل از رفتن داخل محفل تفریگا، یعنی که طفل هیچ اجازه ای نداره که هیچ کار رو بدون اجازه پدر و مادر انجام بده، بلکه تمام اموراتی که طفل انجام میده، تمام کارهایی که طفل انجام میده کلن باید تحت فرمان پدر و مادر باشه و کلن باید با اجازه پدر و مادر باشه. در حالی که خب این همیشه خوبه که ما تمام کارهایی که میکنن از پدر و مادر اجازه بگیرین و اونا مطلع باشن، اونا خبر باشن. اما افرادی که سخت گیرن این یک کمک بیشتر میکنن، آنقدر که به جایی که تأثیر مثبت بکنه تأثیر منفی روی طفل میکنه. پس بنابراین دومین نشانه پدر مادرهایی که روش سختگیرانه دارن یه که اونا خیلی طفل خود به قید دارن، بی نهایت طفل خود به قید دارن. به قید گرفتن طفل چیز بدی نیه، نمیگیم که ما چیز بدیه، اما زمانی که در اون مبالغ شد، زمانی که یعنی از حد بی حد شد، او وقت دیگه به جایی که بتونه خوب باشه میتونه که بد باشه و میتونه که منفی باشه. نشانه بعدی که ما داریم معمولا پدر مادرهایی که از روش سختگیرانه استفاده میکنن اطفال دروغگویی دارن. بله. طفل ما بیشتر دروغ میگن. ما در برنامه‌ای پیشتر اشاره کردیم، گفتیم که یکی از علتهای دروغ گفتن طفل پدر مادرهای سختگیره. به خاطر اینکه طفل وقتی یک اشتباه از پیشه انجام میشه طفل میترسه مبادا پدر مادر مرا لعنت بکنن، مبادا که مرا مورد شکنجه قرار بدن، بنابراین طفل دروغ میگه. پس متوجه باشیم هرگاه طفل ما دروغ زیاد گفت این دلالت بر این میکنه که ما از روش سختگیرانه استفاده میکنه. و اینقدر قیوداد و اینقدر سختی روی طفل بنابراین منجر میشه تا طفل راههای غیر از راههای راستر یاد بگیره، دروغ یاد بگیره. تا وقتی کار رو انجام میده خراب میشه از پیش از او، بنابراین برای مادر یا برای پدر دروغ میگه. ما طفل خود نمیگذاریم که اصلا داخل کوچه بره. خب رفتن طفل داخل کوچه، بازی کردن با اطفال، خب این در کل به این حالتی که پدر مادرها متوجه نباشن خب کار بدیه. اما این هم که ما طفل در خانه قید بکنیم و اصلا نگذاریم که داخل کوچه بره با کسی بازی بکنه، خب این هم اشتباهه. چون یک وقت اگر طفل از خانه فرار کرد رفت با اونو بازی کرد، وقتی مادر میگه کجا بودی، به مادر خود دروغ میگه. مادر از مثلا روان میکنه او رو بازار سودا بگیره، بعدا یک چند دقیقه هم با اطفال بازی میکنه، مادر میگه چرا دیر کردی، بعدا میگه که فرزند او دکان نداشت، من رفتم جای دیگه که همین چیزی که تو گفتی متهیه بکنم.
پس بنابراین طفلهایی که دروغ میگن بیشتر به خاطر سختگیری پدر و مادره. پدر و مادر باید متوجه باشن که سختگیری زیاد منجر به دروغگویی طفل میشه و این میتونه یک از عادات خیلی بد باشه که طفل ما طرف بیراهه بکشونه و در آینده باز ما میگیم چرا طفل ما چنین یک تربیت شد، در حالی که ما خیلی متوجه بودیم. ما اصلا نمیگذاشتیم طفل ما بره به کوچه بازی بکنه. من طفل خود به هیچ جا نگذاشتم، از این خیلی مواظبت کردم، خیلی متوجه بودم. چرا طفل ما خراب شد؟ چرا طفل ما با افراد بد آشنا شد و با اینا دوست شد؟ خب چرا؟ چون که ما همون قیوداتی که ما وضع کرده بودیم بی‌نهایت بوده، آنقدر زیاد بوده و ما دوست صمیمی طفل خودم نبودیم. بنابراین طفل دست به دامان کسای دیگه میشه که میتونن همو تفریح و همو ساعتیری و همو بالاخره عدم قیودات بر از بدن. پس نشانه بعدی میتونه که ای باشه. نشانه بعدی پدر و مادرهایی که سخت گیرن در مشکلات از فرزند خود مشوره نمیگیرن. در حالی که ما همگی اگر میخواییم که فرزند ما یک تربیت سالم بشه و ما بتونیم فرزند خوب تقدیم جامعه بکنیم، باید در تمام امورات با اطفال خود مشوره بکنیم. مشوره کردن همیشه چیز خوبه، حداقل مشوره در جاهایی که میتونه طفل برای ما مشوره بده. وقتی که مثلا بعض وقتا ما گفتیم وقتی که مادر میخواد چیز رو برای غذای شب پخته بکنه، حداقل میشه در این کار از اطفال خود مشوره بگیره که شما چی دوست دارید برای شما پخته بکنم، یا به نظر شما ما امشب چی بخوریم، یا اینکه اگر میریم به پارک میریم به نظر شما با کدام پارک بریم، شما چی موافقیم. پس بنابراین وقتی که از این چیزای خرد شروع بشه و در مشکلات کلانتر وقتی پدر و مادر با مشکلات دچار میشن، کوشش بکنن که مشوره بکنن در فامیل. پدر میگه من میت یک مشکل روبرو شدم، بنابراین مشوره شما اطفال برام چیه، مشوره مادر پرسان میکنه شما چی میگین چیکار کنم. بعدن پدر از تک تک از ما میشنوه و یک تصمیم خیلی درست و خوب میگیره، هر تصمیمی که درست در بود. بنابراین افرادی که اونا از سبک فرزند پروری سختگیران استفاده میکنن، اینا از خانواده هیچ مشوره ای نمیگیرن در برابر مشکلات و این میتونه که برنامه بسیار چی باشه بد باشه. نشانه بعدی که افراد سختگیر دارن نمیخندن. اینا در خانه بسیار عموت به لفظ ما هیراتی ها میگیم تروش کرده ایم، عموت حسابایین خراب، زیاد نمیخندن، به یک گوشه شیشته ایم. اگر کدام طفل کوچکتر نشته و یک دور تنبیهم میکنن. بنابراین میگن اسرائیل آمده داخل خانه. طفلای بیچاره هر کدام یک گوشه شیشته ان، بخو آروم گپ زدن نمیتونن، بازی کردن نمیتونن. چرا؟ چون به خاطری که اسرائیل آمده به خانه. پس بنابراین ما باید متوجه باشیم که یک سبک فرزند پروری بسیار غلطیه. پس پدر مادرهایی که سبک سختگیرانه دارن، اینا نمیخندن، در حالی که لبخند زدن، در حالی که شوخی کردن، بازی کردن با اطفال این جزء امورات اصلی ما و شما باید باشه و این جزء همون لایه‌های اصلی تربیتی طفل ما و شما باید باشه. پدر مادر که با طفل بازی بکنن، با طفل شوخی بکنن، در خانه چهره خندان داشته باشن، لب خندان داشته باشن، بنابر این طفل بهترتر تربیت میشه و این رو باید به او بیشتر دقت بکنیم. و آخرین گرچه نشانه های زیاد داره، یک نشانه دیگه اگر ذکر بکنین چون وقت برنامه شما کمه، والدینی که اونا سخت گیرن و از روش سخت گیرانه استفاده میکنن، از تنبیه زیاد استفاده میکنن. کوچکترین اشتباه طفل تنبیه داره، یعنی کار بدتر تنبیه بیشترتر. پس بنابراین اینا کوشش میکنن که از مسائلشون لط و کوب زیادتر در خانه استفاده بکنن و فکر میکنن که این روش جواب میده برای تربیت کردن درسته فرزند. اینا همه نشانه هایی بود برای والدین سختگیر. دقیقاً. گرچه درباره این نشانه ها مثال های بسیار خوبی داشتین و یکی دو مورد از عواقب این سختگیری ها را میان کردین که مهمترین از او یکی از علت های دروغ گفتن اطفال سختگیری والدین و یا هم به نحوی به خاطر از اینکه دوباره تنبیه نشن و کدام حرف بد نشنون دروغ میگن. آیا عواقب دیگری هم خواهد داشت این سختگیری والدین برای فرزند آینده از او حتی در زندگی حال از او یا خیر؟ ببینین وقتی که ما میگن سبک فرزند پروری سختگیرانه میتونه مشکلات داشته باشه و نکته های ضعف داره، باید پدر مادرها متوجه بشن که عواقب بسیار خطرناکی میتونه داشته باشه. یعنی دقیقاً عمو نکته های منفی روش سختگیرانه بیشترتر از مثبتیونه. پس پدر مادرها باید خیلی متوجه باشن. اولین نکته، پدر مادرهای سختگیر طفل با عزت نفس پایین دارن. وقتی که پدر مادر سختگیر باشن در خانه، طفل از عزت نفس پایین داره
بله. یعنی طفل دیگه خود دوست نداره و اعتماد به نفس پایین داره، طفل دیگه نمیتونه در یک جمع بلند بشه، سخنرانی بکنه، حرف بزنه، اظهار نظر بکنه، از حق خود دفاع بکنه. پس بنابر این زمانی که پدر مادرها سخت گیرن، طفلان هیچ وقت نمیتونن از حق خود دفاع بکنن. بله. چرا؟ چون در خانه تا میخواستن چیز رو بگن تنبیه شدن، تا میخواستن نظر رو بگن سرکوب شدن. بنابراین این طفل دیگه در هیچ جای در جامعه، در اجتماع نمیتونه صدای خود بلند بکنه، از حق خود دفاع بکنه، نمیتونه اظهار نظر بکنه. بنابراین دارای عزت نفس بسیار پایین، اعتماد به نفس بسیار پایین، و اینا نشانه هایی هستن که دقیقاً در اطفال دیده میشه که پدر مادر سخت گیرانه دارن. و دوم عدم استقلال فکریه. افرادی که اطفالی که اونا پدر مادر سخت گیر دارن، استقلال فکری ندارن. بله. یعنی نمیتونن مستقلانه خود از ما فکر بکنن، یک چیز درست رو انتخاب بکنن، در حالی که همیشه به شما نگاه میکنن، به من نگاه میکنن، به یک دیگه نگاه میکنن که ما چی میگین که اونا هم طبق چیزی که ما میگین رفتار بکنن، همو چیزو بگن. بنابراین ما نباید طفل خود تاوری تربیت بکنیم که طفل ما بگه هر چی شما میگین. نه، طفل باید بگه هر چی درسته. بله. نه هر چی شما میگین، مگه غلط بگم خوشم نمیاد گپر تایید بکنیم. طفل باید همیشه چیزی رو پرورش بدن، طفل تئوری که باید چیزی رو قبول بکنه که درسته، و طفل باید خودم استقلال فکری داشته باشه، نه ای که همیشه دنبالاره و دگرا باشه، بلکه باید خود یک رهبر باشه و دگرا دنبالاره وضع باشن. پس بنابراین در فامیل هایی که اونا روش های سخت گیرانه دارن، متوجه باشن که طفل از ما استقلال فکری نمیتونه داشته باشه، و این میتونه که بسیار خطرناک بر طفل در آینده طفل باشه. بله. و زندگی طفل رو واقعا چیکار میکنه؟ به خطر مواجه میکنه. طفلایی که اونا پدر مادر سخت گیر دارن، از شکست خیلی میترسن. بله. فکر کنی وقتی یک نوجوان شد، وقتی یک جوان شد، نمیتونه بیچاره کدام جایی کدام کار رو انجام بده. چرا؟ چون میترسه از شکست، خیلی میترسه. چون زمانی که داخل خانه بود، پیاله پیز شکست، مادر او رو زد. فرزند رفت بازار سودا بخره، پول پیش گم شد، آمد خانه، پدر او رو زد. چون روش های تربیتی سخت گیرانه داشتن، خب اینا میخواست بره بیرون بازی بکنه، نگذاشتن. تا میخواست چیزی بگه، جلو از رو گرفتن. بنابراین اینا همگی باعث میشه که این فرد ترس از شکست داشته باشه. وقتی بزرگ میشه، عمو رقم میمونه پیش، مبادا پیشم خراب بشه که کسی مرا تنبیه بکنه. گرچه حالی کسی نیکو رو تنبیه بکنه، چون خودی بزرگ شده، خودی پدر شده، اما بازم ترس از شکست زیاد داره. پس نشونی بعدی اینه که این اطفال ترس از شکست دارن، از شکست خوردن بی‌نهایت میترسن و نمیخواین که کاری بکنن، یک ریسک رو بپذیرن، چون مبادا این ریسک منجر به ناکامی بشه و مبادا بعداً ما مورد تنبیه دیگر قرار بگیریم، یا اینکه مورد ریشخند دیگر قرار بگیریم. پس این یک از دیگر نشانه ها میتونه باشه. در این اطفال استرس زیاده. بله. استراب خیلی زیاده، که هم استرس و هم استراب اینا باعث میشه که اینا در مکتب، در پوهنتون نتایج بسیار ضعیف داشته باشن. پس بنابراین اینا دو تا دیگه از نکته های منفی هستن که افرادی که اونا روش های سخت گیرانه دارن، طفلا اینا همیشه استرس و همیشه استراب دارن و افسردگی در اینا پیدا میشه، کاهش انگیزه دارن. این اطفال نسبت به یک طفل که در یک خانواده کلان شده که او خانواده به طفل خوب بیشتر رسیدگی میکردن، بنابراین این طفل بیشتر انگیزه کمتری داره. بنابراین یک طفل مرده، یک طفلی هست که در یک گوشه افتاده، مثل یک مرده متحرک که میگن. بنابراین انگیزه در اونیه که کدام کار رو شروع بکنه، انگیزه در اونیه که کدام موفقیت رو به دست بیاره، انگیزه در اونیه که کدام گام مثبت رو برداره. بله. پس این کاملا طفل بی انگیزه. و یک نکته منفی دیگه از زیرم ما اشاره میکنه، گرچه نکته ها خیلی زیاده. نه. رفتار ضد اجتماعی دارن اینا. زمانی که این اطفال بزرگ بشن، اینا رفتار ضد اجتماعی دارن، چون همو تنبیهی که پدر میکرد اوناره، همو تنبیهی که مادر میکرد اوناره، همو قیوداتی که پدر سر از نادش، حالا میخوام که اینا این رفتار من حیث رفتارهای ضد اجتماعی در اجتماع نشان بدن. در آینده ای افراد میتونن که افراد جانی بشن، افراد بسیار آزاردهنده بشن، در داخل جامعه مردم رو بعذاب بکنن، دزد بشن، معتاد بشن، و اینا افراد میشن که همین عقده هایی که اینا در خورتگی داشتن همیگیر میخوان روی دگرا اعمال بکنن، و همو عقده هایی که داشتن سر دگرا حتما اون رو خالی بکنن. پس بنابراین اینا هم از نکته های منفیه که طفلا در خانواده های سخت گیرانه میتونن داشته باشن. دقیقاً. سپاسگزاریم. و بسیاری از عواقب دیگری که از همین بحث سختگیری منجر میشه که اطفال از اون آینده ای از اونا به چنین اتفاقات و
ناگوار و منفی رخ بده میتونه باشه، و اما ای که یکی از این بخش و یکی از این سبک های فرزند پروری بود و هر کدام از این سبک ها معمولا شاید نشانه ها و علایم و عواقب خاص خود داشته باشه، اما در این هفته و در این بخش درباره عواقب سختگیری والدین صحبت شد و در هفته های آینده انشاءالله این که کدام سبک بهتر خواهد بود و نتیجه بخش و مؤثر خواهد بود صحبت های بسیار خوبی در دسترس بیننده های عزیز قرار میدیم. تشکر از شما. سلامت باشید. از شما دوستان عزیز و گرامی که برنامه اسرار ریوارد تماشا میکنیم سپاسگزاریم. در ادامه برنامه همچنان بیننده باشید.